نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا با سپهبد عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش به منظور تأمین امنیت زیارت اربعین حسینی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلای معلا با سپهبد عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد کل ارتش و سپهبد قاسم محمد صالح فرمانده نیروی زمینی ارتش و هیئت امره آنها دیدار و از آنان استقبال به عمل آورد. در این دیدار هماهنگی بین استانداری و رئیس ستاد کل ارتش برای تامین امنیت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام مورد تأکید و بحث و بررسی قرار گرفت. الخطابی تأکید کرد هماهنگی کامل میان استانداری و ادارات کل سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های امنیتی تأثیر مثبت فراوانی در موفقیت برگزاری مراسم بزرگداشت اربعین حسینی دارد. وی در ادامه افزود این هماهنگی‌ها سایر بخش‌ها مانند اداره بهداشت، شهرداری و اداره حمل و نقل را قادر می‌سازد تا برنامه‌های خود را ضمن برنامه‌ریزی دقیق اجرا کنند. رئیس ستاد ارتش نیز از تلاش‌های استانداری کربلا و توسعه مستمر زیرساخت‌های استان، گسترش ورودی‌های آن و برنامه‌ریزی برای رفع مشکلاتی که در طی برگزاری مراسم بزرگداشت زیارت میلیونی اربعین صورت می‌پذیرد، قدردانی کرد. پیش از برگزاری مراسم دهه محرم نیز سپهبد عبدالامیر رشید یارالله رئیس ستاد ارتش عراق در رأس یک هیئت امنیتی در راستای اطلاع از اقدامات امنیتی ویژه زیارت عاشورا وارد استان کربلای معلا شد. استاندار کربلا چندی پیش خاطر نشان کرد طرح‌های امنیتی و خدماتی ویژه مراسم بزرگداشت اربعین آغاز شده و تدابیر امنیتی شدیدی برای اطمینان از امنیت زائران و تأمین بالاترین سطوح امنیتی طی هماهنگی با کشورهای مختلف و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی برای تضمین یک محیط امن و راحت برای همه زائران اربعین در حال اجراست. گفتنی است که عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق پیشتر اعلام کرده بود که طرح امنیتی زیارت اربعین حسینی از اول ماه صفر آغاز می شود و بر اهمیت آمادگی های امنیتی و خدماتی برای اطمینان از موقعیت این زیارت و تضمین ایمنی زائران تأکید کرده بود. استاندار کربلا همچنین بارها بر اهمیت همکاری بین همه دستگاه های زیربط برای حصول اطمینان از ارائه بهترین خدمات به زائران و تأمین تمام نیازهای ضروری تأکید و بر آمادگی کامل برای رویارویی با هر گونه چالشی که ممکن است در طول ایام زیارت اربعین حسینی ایجاد شود تأکید کرد. وی همچنین تأکید کرده که مدیران ادارات خدمات رسانی نیز به نوبه خود تعهد کامل خود را نسبت به اجرای برنامه‌های تعیین شده و تلاش در جهت ارتقای خدمات ارائه شده برای تضمین موفقیت زیارت اربعین حسینی و ایجاد محیطی مناسب و امن برای زائران اعلام کردند. شهر مقدس کربلا طی روزهای آینده شاهد حضور سیلاسای ده‌ها میلیون نفر زائر از داخل و خارج عراق برای شرکت در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام خواهد بود که نیازمند ارائه خدمات در تمامی سطوح است.